نجیب الله حسینی از کابل. من در کشور ایران زندگی می کردم. قبض تلفن را از طریق تلفن می دادم. حالا که در افغانستان هستم، قبض باقی مانده ام را نمی توانم از اینجا پرداخت کنم. لطفاً راهنمایی کنید. راهشان این هست که شما از دوستان و آشنایانی که فعلا در ایران هست، اونها را وکالت بدهید تا امی قبضی که وقتی می آید این قبض بگیره، از طرف شما بره تسلیم بکنه پولشان را. محمد رضا از دشت برچی: من مبلغ 500 افغانی را از کته سنگی پیدا کردم. لطفاً بگویید حکمش چیست؟ اگر این 500 افغانی که شما پیدا کردین یک نشانه ای داشته که می توانین با اون نشانه صاحب پول را پیدا بکنید، مثلا در بین یک بکسک هست یا فرض کنید یک نشانه دیگری داره، در این فرض وظیفه شما اینه که اگر احتمال میدین صاحبش پیدا میشه، تا یک سال باید این پول را تعریف بکنید تا صاحبش پیدا شه. اما اگر اطمینان دارید که نه، صاحب 500 افغانی به هیچ وجه پیدا نمیشه، در این صورت در امو موقع اول به اجازه حاکم شرعی میتوانید به یک فقیر این پول را از طرف صاحب پول رد مظالم و یا صدقه بدید. این فرض است عزیزان که این پول مشخصه داشته باشه. اما اگر این پول هیچ نشانه ای نداشته باشه، در این صورت شما میتوانید این پول را در مرحله اول برای خود بردارید. می توانید در مرحله اول همین پول را تملک بکنید، یعنی به ملکیت خود در بیارین. این کار هم صحیح است. حزب الله ربانی از دایکندی: اگر در تکبیرت الاحرام عضوی از بدن انسان تکان بخورد، نماز باطل می شود؟ سوال دوم: آیا دعای قنوت را می توانیم به فارسی بخوانیم؟ سوال سوم: لطفاً معنای بیع سلف را برای من بیان نمایید. سوال چهارم: در بیع صرف اگر بعضی از سمن قبض شود و بعضی دیگر بماند، آیا بیع صحیح است؟ سوال پنجم: لطفاً بگویید حق المارد چه شروطی دارد؟ تکان خوردن دست موقع تکبیرات الاحرام گفتن ضرر وارد نمیکنه، البته در سایر خواندن واجبات نماز هم، مثلا موقع خواندن حمد و سوره هم، اگر دست انسان تکان بخوره ای استثناء شده، ضرر نداره. اما سایر اعضای بدن اگر بسیار کم حرکت بکنه ای اشکال نداره، اما اگر زیاد حرکت کنه ای ضرر داره. ای معمولا بعضی ها وقتی که تکبیر میگه سر خود را زیاد تکان میدهد، مثلا سر خود بسیار بلند میکنه، ای ضرر میرسه. اما اگر یک کم تکان میخوره اون مقدار اشکال نداره. اما نسبت به قسمت دوم سوال شما، ببینید خواندن دعا به صورت زبان فارسی، به زبان فارسی در قنوت جایز هست، یعنی به این معنا که به نمازشان ضرر وارد نمیکنه، نمازش صحیح است. منتها حضرت آیت الله عظمی سیستانی حفظه الله میفرماید او ثواب را که دعای قنوت با زبان عربی داره با زبان فارسی نداره. یعنی کسی اگر با فارسی دعای سری دست رو بخونه دیگه او ثواب گیرشان نمی آید، ولی نمازشان هم کدام ضرر وارد نمی کنه. اما نسبت به قسمت سوم سوال شما، بیع سلف در مقابل بیع نسیه هست. بیع نسیه به او بیع گفته میشه که جنس نقدان برای مشتری داده میشه، اما قیمتشان به گردن مشتری میمانه. میگه شما مثلا اینی مقدار برنج برای ما بفروشید، به صورت نسیه بعداً باز ما قیمتشان رو میارم. بیع سلف مقابل بیع نسیه هست که در اینجا پول نقده، قیمت نقد پرداخت میشه، ولی امو جنسی رو که تو خریده او به گردن بایع میمانه، که به اصطلاح ما به زبان فارسی پیش فروش میگیم. اما بیع پیش فروش اونمو بیع سلف هست. خیلی ها میگه که ما این مبلغ، یعنی مقدار گندم برای شما فروختم، پولشان را برای ما بیار تسلیم بکن، ما یک ماه بعد یا شش ماه بعد یا یک سال بعد این مقدار گندم یا آرد یا روغن یا هر جنس دیگر باز برای شما بعداً میدهم. که اینجا امو جنسی که خریده او مدت دار هست، پولشان نقد است، به این میگه بیع سلف، که از خود شرایطی داره که باید امو شرایطشان رعایت شود تا صحیح باشه.
اما نسبت به سوال چهارم شما، در بیع صرف قبض و اقباض شرط است، باید که ثمن و مثمن باید قبض شود. البته یک نکته را همینجا بد نیست که خدمت شما یادآور شوم، بیع صرف امروزه فقط در صورت محقق میشه که طلا به طلا یا نقره به نقره باشه. این اسکناس هایی که امروز معامله میشه، مثلا افغانی به دلار، دلار به افغانی، به اینها او حکم بیع صرف جاری نمیشه. بیع صرف فقط در صورتی است که عوضین، یعنی آنچه را که میدهی، آنچه را که میگیری، نقره باشد یا طلا باشد. خب شرطشان در بیع صرفی است که باید عوضین در امو مجلس عقد قبض و اقباض شود. حالا اگر یک بخش از ثمن را و یک بخش از مبیع و مثمن را قبض بکنه، معامله با امو مقدارشان صحیح میشه، او مقداری را که قبض و اقباض نکرده در او مقدارشان معامله باطل میشه. در مورد شرایط حق الماره اختلاف نظر هست. حالا من این شرایط را که عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، طبق فتوای حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله هست، ایشان در حدود 5 شرط در حق الماره قائل هست. شرط اولی هست که انسان وقت میوه را از باغ میگیره، از درخت میگیره، دیگه ضرر به او باغ، ضرر به درخت وارد نکنه. خب ممکن هست وقتی میوه را انسان شاخ درخت بگیره، شاخه درخت بشکنه، یا اینه که روی زراعت ازی باید بره زراعت پامال بکنه تا به او درخت برسه و یک تا سیب، دو تا سیب، مثلا یک دو میوه را از شاخ درخت بگیره. در صورتی که حق الماره در صورت جایز است که گرفتن میوه از شاخ درخت ضرر به درخت یا به سایر زراعت و اموال او باغ وارد نکنه. این شرط اولشان. شرط دومشان که باز هم ایشان بنابر احتیاط واجب ایره شرط میدانه، میگه اطراف اون باغ دیوار یا حصار گرفته نشده باشه، که در صورتی که اگر اطرافش دیوار باشه، دیگه حق نداره که وارد باغ شوه، از دیوار رد شوه، بعد بره چیزی را از اون باغ بگیره. شرط دومشان باز هم بنابر احتیاط لازمشان میگه که این گمان به نارضایتی صاحب باغ نداشته باشه. شرط چهارمشان هم بنابر احتیاط واجبی است که مالک همون باغ، حالا درخت است یا سایر محصولات زراعتی هست، که نابالغ یا مجنون دیوانه نباشه. شرط پنجمشان هم یه هست که در حق الماره اما میوه را که میگیره برای خوردن بگیره، نه یعنی که یک تا را گرفته چند تای دیگر را مثلا در جیب خود کرده یا داخل کیسه خود انداخته که ایره من برای فرزندان خود میبرم، برای خانه میبرم. یعنی به اصطلاح حق حمل کردن و بردن نداره، یک تا میوه یا دو میوه ایره شاخ درخت میکنه برای از که بخوره در رای یا همونجا بخوره، ای اشکال نداره.